به نام خداوند توانا و توانمند. بینندگان عزیز سلام، باز هم با یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های هفتهوار زیر ذره‌بین با شما هستیم. در برنامه این هفته قصد داریم تا در پی پاسخ این پرسش باشیم که آیا دولت پروژه‌های زیربنایی را در وقت و زمان معین شده تحویل می‌دهد یا خیر، و یا اینکه توانایی مدیریت این چنین پروژه‌های کلانی را دارد و یا خیر. در پایان اینکه دولت کدام پروژه ها را در طول چند سال گذشته افتتاح و در زمان معینه به بهره برداری رسانده است. پس با ما باشید تا شما نیز پاسخ این سوال ها را دریابید. بیننده های عزیز، به ادامه برنامه زیر ذره‌بین خوش آمدید. در ادامه در کنار جناب آقای جیلانی فرهاد، سخنگوی محترم مقام ولایت هرات هستیم. آقای فرهاد سلام، از شما و ادب درود خدمت شما و بینندگان نهایت گرامی شما. آقای فرهاد، سوال اول این گونه مطرح میکنم، در مورد پروژه لاجورد ما توضیح بدین، قرار چه کارهایی بشه در پروژه لاجورد؟ دهلیز ترانزیتی لاجورد به عنوان یک معبر جدیدی که افغانستان به اروپا از طریق کشورهای شمال متصل می‌سازه و عامل و باعث همگرایی بین افغانستان و کشورهای شمال سیا خواهد شد، روز گذشته توسط رئیس جمهور در ولایت هرات افتتاح شد. یعنی کار از این عملا آغاز شده، اما اکنون محموله‌هایی که از این مسیر رو حرکت کردن به ترکمنستان رسیده و این مسیر رو طی می‌کنه تا بالاخره به ترکیه و اروپا. خب این مرحله آزمایشی و ابتدایی است، یعنی اولین محموله که رفت آزمایشی است که ما ببینیم چه مشکلاتی وجود داره در عرصه زیربناها، در عرصه امور طی مراحل ویزا و سایر امکانات و تسهیلاتی که مورد نیاز محموله هاست در این مسیر، چی گونه امکاناتی هست و چی مشکلاتی وجود داره، هم در راستای ارتقای خدمات در این مسیر، افزایش همکاری ها و همچنین بهبود زیربناها بر اساس توافقنامه ای که بین کشورهای عضو لاجورد به امضا رسیده اقدامات لازم و اساسی خواهد شد. در این زمان وقتی که افغانستان یک مسیر جدیدی به خاطر ورود به کشورهای اروپایی پیدا میکنه، از یک طرف است که محصولات کشورهای دیگه به افغانستان پس دوباره صادرات میشه، و در این زمان ما یک مسیر جدیدی به خاطر صادرات افغانستان به کشورهای اروپایی کشورهای مسیر لاجورد پیدا میکنه. همزمان با افزایش سطح همکاری اقتصادی ما میتونیم ادعا بکنیم که هزارها شغل جدید در ولایت هرات به وجود میاد، به دلیل از اینکه ما هم اکنون در سکتور زراعت دستاوردهای قابل ملاحظه داریم در عرصه صنعت با توسعه کارخانجات شهرک صنعتی، روز به روز شاهد افزایش سرمایه‌گذاری هست. خب طبیعتا به هر اندازه که به هر پیمانی که تولیدات بالا میره نیاز به بازار هست، تا به خاطری که اگر بازاری وجود نداشته تولیدات به وجود نمیآید. برای مبنا به خاطر بازاریابی به محصولات تولیدی، محصولات زراعتی و همچنین صنایع دستی ولایت هرات، هر یک از اینا با شاخصهای بلند و با کیفیت بالای مرغوبیتی که دارن، خود از در بازار منطقه و بازار جهان خریداران زیادی دارن. ما متاسفانه در گذشته به دلیل از اینکه افغانستان با جهان، به دلیل از اینکه ما کشور مهاد به خشکی هستیم و کمتر مسیرهای ارتباط با جهان داشتیم، یک دو مسیر بود که او هم با شرایط مختلف سیاسی اجتماعی در افغانستان در رواسانات بود. گاهی وقت میدیدیم با وضع تحریم ها این مسیر ها مسدود میشد، رفت آمد کاهش پیدا میکرد و این مستقیم بر وضعیت زندگی شهروندان تاثیر داشت. آقای فرهاد، همونطور که گفتین در با آمدن این چنین پروژه تاپی، پروژه لاجورد، پروژه هرات خواف و امثال این پروژه ها، کار زیاد میشه برای مردم. خب آمدن کار در کار خوبی مثبتی، اما خب یک بحث هست که وعده هایی که دولت میده، یعنی مثلا از جمله افزایش عایدات دولت، از جمله ازدیاد زمینه کار، اینا باعث میشه که به نحوی توقع مردم بالا بره و در زمانی که در موعد مقرر اون پروژه اجرا نشه، یعنی به بهره برداری نرسه، یک ایجاد شکی بین دولت و مردم میفته. علت این کار چیه؟ چرا دولت از همون ابتدا وعده‌ای که بخش مهم به وجود آمدن چنین ذهنیت متاسفانه اطلاع رسانی ناقص هم از سوی مسئولان و هم از سوی رسانه هاست، به این معنی که زمانی که
پروژه های کلان مثل تاپی یا تاپ و پروژه های دیگه شروع شد، ما به عنوان کارگزاران و مجریان امور اجرایی ولایت و کشور باید بیشتر از گذشته در عرصه رسانه ها با قدرت و با معلومات ساید بشید و معلومات به شهروندان ارائه. اما در همین چند سال تا حال اجازه بدین میرسم به همین که پروژه تاپی شروع شد کار اصلا متوقف نبوده، همکنون کار جریان. اما بسیار از مردم نمیفهمن که حالا مشکل در اینجاست که اطلاع رسانی درست صورت نگرفته. شهروند ولایت هرات تا زمانی که متر یا مو دستگاه شمارش گاز به خانه از این نصب شه و عملا از گاز استفاده نکنه، او باور نداره که پروژه یا حتی همین مسیر کار رو ببینه که از اون فامیلای رفتن به همون کار دارن کار میکنن. حالا اون خود یک مرحله دیگه است. مثلا در مرحله نخست مرحله سرویا بود، مرحله ارزیابی ها تدس اما و حتی امور سرویل چه دولتی که اینو کمتر دید رسانه‌ای داشت. به غیر از اینکه اگر تیم فعال رسانه‌ای میرفت از محل میدید که اینجنیر کار میکنه سرویل میکنن یا پشت دستگاه اینو میشیشت، او شاید میتونید اطلاع رسانی درست صورت بگیره. اما این که مردم در خلای معلومات قرار دارن و همکنون مردم تقاضا دارن که عملا کنترلی ببینن، هر شب از صفحه تلویزیون ببینن که اینه در اینجا 100 نفر کوبه به کار گماشته شده و در اینجا عمل کنترلی جدی داره و این مرحله تا حالا ما نرسیدیم. با اساس قراردادهایی که صورت گرفته ما امیدوار هستیم که در یک ماه آینده عملا کار شروع بشه. با اساس معلوماتی که به در اختیار ما گذاشتن بله مسئولین پروژه تاپی دفتر مرکزی قبلن به هرات تشریف آورده بودن به این اعلام کردن و ما هم به شدت آمادگی داریم که اما شورای ولایتی میگه که تقریبا یک ساله که حتی یک خشت هم رو درسته بحث تاپی گذاشته نشده. خب ما هم ادعا نکردیم که یک خشت گذاشته شده که نه گذاشته نشده که هیچ که حتی کنید هیچ اقدام نشده اقدام شده. فرق بین کار عملی و اقدام در ایست که ما همونطور که خدمت شما عرض کردم کارهای اداری و تکنیکی که صورت میگیره کمتر به دید مردم میخوره، اما کارهایی است که در برنامه عمل یا پلان کلان سنجیده شده، پیش بینی شده. بسیار خوب. خب کدام پروژه ها آقای فرهاد در طول همین 4 سالی که آقای غنی یا دولت وحدت ملی بهتر بگم بهتره، کدام پروژه ها به صورت کل افتتاح شده و در وقت معینی تحویل داده شده؟ ما همکنون در رسای زیربنایی مثلا کار خطاهن شروع شد، حالا در حال تکمیل شدن است. مثلا به بهره برداری رسیده شد. خب شما دیدید مثلا سرک حلقوی یک از این پروژه ها بود، مثلا پروژه های کلان دیگه که در ما 250 متر کیلومتر سرک های روستایی به داخل شهری در همین زمان در ولایت هرات عملی ساختند، اینا تنها با برنامه ریزی محلی امکان پذیر نبود به خاطر از اینکه ما امکانات در اختیار نداریم. این حمایت، این سپورت، این همکاری نماینده هاست. اینا رو نمیتونیم بگیم جزء پروژه های کلان آقای فرهاد. پروژه های کلان مثلا اگر منظور ما از پروژه های کلان مثل پروژه تاپی، مثل پروژه کاسا، البته تاپی خب به وقتی نرسیده. بعد سلما این پروژه ها داره. بعد سلما خب پروژه بود که ما سالها در انتظار افتتاح بودیم، عملا افتتاح شد. این که حالا در مرحله بهره برداری یا استفاده از این پروژه کلان ما با مشکل شرایط جوی خوشسالی مواجه شدیم که تا حالا قادر نیستیم کاسه بند سلما رو بوره ذخیره پر از آب بسازیم. یک مشکل کاملا طبیعی است، ما به دفله سرنگاری ندولت مطلب برمیگردیم. اما در مرحله این که کانال سازی مسیر وادی سلما و همچنین حوزه های دریایی مسیر باید امکانات صورت بگیره، دولت در حد امکانات خود بعضی سرمایه گذاری را انجام داده اما تکمیل نشده. بسیار. و مثل از این پروژه ها این گونه هم نیست که تلاش ها اقداماتی که صورت گرفته مدینه فاضله به همه شهروندان رقم داشته، این گونه نیست و این گونه هم نیست که هیچ گونه کار صورت نگرفته باشه. اگر ما آینک واقعی بینی رو به چشم بزنیم و ببینید و دیدی و اطراف داشته باشیم این گونه است، یعنی در حد متوسط دولت در حد امکانات اقدامات انجام داده و در این زمان متاسفانه با توجه به اینکه شهروندان توقع دارن، شهروند وقتی که حضور باشکوه خود در انتخابات به اثبات میرسانه توقع داره که دولت برش خدمت انجام بده. حالا ای که شهروند برش اهمیت اینو داره که پول از کجا میای میخواه، پروژه های کلان سطح رفا بالا بره و بهبود پیدا بکنه و عملا در زندگی خود تغییر بسازه، این خاص شهروند است که باید تلاش کنه. بسیار خوب. به عنوان سوال پایانی دوباره برمیگردم به بحث پروژه لاجورد آقای فرهاد. پروژه لاجورد قراره که از مسیر ترکمنستان بره به آذربایجان و از گرجستان و از دریای سیاه رد بشه به ترکیه و بعد به اروپا بپیونده. خب فکر نمی‌کنین که این به نحوی خودی دور دادن لقمه دور سره؟ چرا نباید از مسیر ایران وارد بشه؟ خب این پروژه
فکر نمی‌کنه نزدیک‌تر باشه؟ خب به دلیل مشکلاتی که در مسیرهای قبلی وجود داشت، ما مجبور شدیم که مسیرهای بدیل جایگزین بسازیم و طبیعتاً با وضعیتی که در ایران هست و تحریم‌هایی که وضع میشه، ما مجبور هستیم که بازارهای مسیرهای جدید جستجو بکنیم و مسیر لاجورد یک مسیر جایگزین به تمام این مسیرها نیست. یک مسیری هست که یک مسیر جدید هست با توجه به پیشینی که 4000 سال قبل از مسیر استفاده می‌شده و لاجورد صادر می‌شده، حالا پس دوباره این مسیر احیا شده، یعنی پیشینه تاریخی داشته و حالا در کنار مسیرهایی که قبلا وجود داشت، اگر این گونه باشه و مسیرهای جدید بیشتری ما پیدا بکنه از طریق خط آهن یا این مسیرها یا دریچه‌های هوایی به کشورهای جهان ما اتصال پیدا کنیم، اتکای ما به مسیرهای قبلی کمتر میشه و این فشاری که همیشه مردم ما از نایه روابط سیاسی و چالش‌هایی که وجود داشت متحمل میشدن کمتر میشه. من نمونه مثال میگم، سال گذشته در همین فصل سال ما شاهد هستی بودیم که اوج گرانی در فصل زمستان در بازارهای هرات افغانستان وجود داشت، تنها به دلیل از اینکه روابط بین دولت افغانستان و پاکستان متاسفانه یک کمی با تنش به همراه بود و این سبب شده بود که محدودیت وضع بکنن به واردات و صادرات و این مستقیم شهروندان متضرر میشدن، در حالی که امسال این گونه نیست. شما اطمینان داشته باشین با جا افتادن راه لاجورد شما مشکلات که فعلا وجود داره بیشتر از این کاهش پیدا خواهد کرد و در این زمان همون وعده که رئیس جمهور میگه که من نان به خانه مردم و اقشار مختلف میارم همین هست. این گونه نیست که پول فیزیکی به افراد داده بشه. از طریق راهکارهای منطقی و عملی در عرصه اقتصادی ما میتونیم وضعیت زندگی بهبود ببخشیم، اما باز هم تکرار میکنیم که رسیدن به سرمنزل مقصود یک کمی طولانی و با دشواری هاست. ما باید همه دولت و ملت دست به دست هم بدن این مسیر رو تقیم کنیم. بسیار تشکر میکنم از شما جناب آقای جیلانی فرهاد، سخنگوی محترم مقام ولایت هرات. خب بیننده های عزیز، شما جایی نریم، دوباره برمیگردیم به برنامه. در بسیاری از موارد دیده شده است که دولت در زمان افتتاح پروژه ها برای جذب حمایت مردم و همچنین ایجاد شور و شوق میان آنها اقدام به تبلیغات می کند. تبلیغات هایی همچون گفتن اینکه این پروژه زمینه ساز کار برای چندین هزار تن خواهد شد و یا اینکه با آمدن این پروژه پول های هنگفت میلیونی وارد کشور خواهد شد. درست است که این کار از سوی باعث رغبت مردم به این پروژه ها خواهد شد، اما از سوی دیگر در صورت عدم عملی نشد شدن این قول دولت، یک حس بی‌اعتمادی میان دولت و مردم به وجود خواهد آمد. بیننده های عزیز، به ادامه برنامه خوش آمدید. در ادامه برنامه در کنار جناب آقای دکتر مهدی حدید هستیم، عضو شورای ولایتی هرات. جناب دکتر، اگر عرض سلامی در خدمت بیننده ها میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم بنابرای خود عرض سلام و ارادت دارم در خدمت جناب شما، همکاران تکنیکی شما، به همه بیننده های محترمی که همین لحظه برنامه تماشا میکنن، وقت شما بخیر. آقای دکتر، نظر شما در مورد پروژه های زیربنایی که توسط دولت به نحوی افتتاح میشه و در موعد مشخص از او معین شده از او آغاز نمیشه، چیه نظر شما در این مورد؟ چیه این سوال ابتدایی را اول از شما بپرسم؟ خب اولا که همه به این باور هستیم که مشکل اساسی که جامعه ما در مشکلات اقتصادی هست و پروژه های بزرگ و زیربنایی تنها راه حلی هست که میتونه که وضعیت افغانستان را از این تنگنا و از این بحران نجات بده. لذا به سبب طراحی یا دیزاین کردن پروژه های بزرگ اولین قدم هست، به خاطر از اینه که ما میتونیم جامعه را سوق بدیم به طرف یک وضعیت ایدئال، وضعیت برتر. خب خواهی نخواهی هر پروژه و یا هر کاری بزرگی که قرار انجام بشه یک سلسله چالش هایی هم با
مواجه خواهد شد، یعنی در جریان تطبیق از باید سلسل چالش ها هم مواجه بشه، ولی در کل یک از دید دولت بیشتر تصور میشه که اینا یک بازی های بزرگ سیاسی هست یا مثلا به عنوان یک دستاورد. وقتی که مثلا افتتاح بند سلما که از زمان خدا رحمت کنه داوود خان قرار بود که افتتاح بشه، ولی تقریبا بیش از 40 سال تیر میشه و زمان آقای اشرف غنی افتتاح میشه و مورد بر بهره برداری قرار میگیره، یک کردیت به نام آقای اشرف غنی محاسبه میشه. یا پروژه توپی که تقریبا میشه گفت بیش از 15-20 سال قبل قرار بود که شروع بشه، ولی در زمان آقای اشرف غنی حداقل کلید میخوره، یک کردیت به نفع آقای غنی محاسبه میشه. از این بهره برداری بزرگ کلان سیاسی از این پروژه ها میشه. ولی خب ما صرف نظر از این قضیه، پروژه های کلان چالش های کلانی هم داره، ولی گفتم دید کلی که بسا وجود داره اینه که بهره برداری های سیاسی میشه و ولی باز هم تا زمان که تطبیق بشه چالش ها زیاد وجود داره و تا این پروژه ها تطبیق نشه مشکلات افغانستان حل شده نیست. بسیار خب، حالا فکر میکنین که دولت افغانستان متوجه به حرفایی که شما گفتین که مشکلات اقتصادی زیادی داره، حتی مشکلات امنیتی زیادی هم داره، فکر میکنین که میتونه دولت توانایی از این داره که پروژه های بزرگی به این بزرگی که بین چند کشور هست مدیریت کنه این پروژه ها؟ خب خواهی نخواهی آل فعلا نظامی که ما داریم نظام جمهوریه و هر 4 سال رئیس جمهوری عوض میشه و این پروژه های کلان باید پروژه های استراتژیک باشه، یعنی نباشه تاکتیکی در یک مقطع زمانی مثلا مطرح بشه و با رفتن رئیس جمهور رئیس جمهورهای بعدی مکلف به تعقیب از این برنامه نباشن. یعنی چون استراتژی های کلان منطقه باید در نظر بگیرن و یک کشور باید طرف باشه، یک ملت باید طرف باشه و تطبیق کننده یا مثلا کسی که سنگ تهدابر میگذاره یک رئیس جمهور هست که در این مقطع زمانی اینان حکومت در دست از او هست و این موضوع باید بالاخره بیشتر ریشه‌ای فکر بشه و چالش هایی که وجود داره باید اینا هم از ابتدا با دقت مورد بررسی قرار بگیره تا بتونن بالاخره اقداماتی که مثلا پیش انجام بدن مطابق به زمان بندی که میشه اینها مطابق به همو مطابقت داشته باشه و تمام فاکتورهایی که میتونه رو پروژه تاثیرگذار باشه اینا هم باید در نظر بگیرن و سعی بکنن که در اون میاد معینه ختم بشه. و ما پروژه تاپی که مثلا تصور سال گذشته در دوران حاکمیت آقای غنی و دکتر اسد عبدالله هست، خب به هیچ عنوان ختم از این پروژه در میاد ختم ریاست جمهوری از اینا نخواهد بود، به این در دوران بعدی هست، حالا در دور بعدی که رئیس جمهور خواهد باشه در این صورت باید همین پروژه ادامه پیدا بکنه. بسیار خب، در مورد زمانبندی شما اشاره کردین آقای حدید، در آغاز افتتاح پروژه ها بهتر بگم در افتتاح پروژه ها یک زمان مشخص برای بهره برداری پروژه داده میشه که مثلا مردم رو به نحوی تشویق میکنه که تا این سال پروژه به بهره برداری میرسه و این مقدار نفر مثلا به کار مشغول میشن، این مقدار سرمایه وارد کشور میشه. علت چیه؟ چرا مردم رو تشویق میکنن و بعد در پایان با نرسیدن در همون موعد زمانی و آغاز به کار همون پروژه در همون موعد زمانی مردم رو درسرد میکنن؟ خب انگیزه دادن مردم برای زندگی کردن یا برای موندن در افغانستان یکی از برنامه ها هست که باید هر حکومت در دست داشته باشه تا مغزهای متفکری که دارن در اینجا باشن و ای که آغاز کردن پروژه های این چنینی پروژه های بزرگ به نحوی مردم تشویق میکنه که در این کشور باشن، یک امیدواری ایجاد میکنه. ولی خب یک سلسله تبعاتی هم داره این امیدواری ایجاد کردن، اینه که توقع مردم از زندگی بالا میره و توقع مردم از حکومت وقت هم بالا میره، چون اونها اگر زمانبندی درست نباشه مطابق به اون زمانبندی که از قبل تعیین شده پروژه ها آغاز نشه یا اوتپوت یا بازدهی از این معلوم نباشه مردم بی باور میشن. یعنی بر علاوه که تاثیر مثبت نداره میتونه تاثیرات منفی هم داشته باشه و طوری مردم تصور بکنن که اینا همه دروغی بیش نیست. دقیقاً همین مشکل پیش اومده بین مردم. ولی خب مردم یک بی‌اعتمادی نسبت به دولت به وجود اومده. من می‌خواستم همین وضاحت به صلاح بدم که در دیگه کشورها وقتی که یک پروژه به صلاح دیزاین میشه، طراحی میشه از ابتدا تا به انتها، اونها یک بستر امنی وجود داره برای تطبیق پروژه.
یعنی اونها منابع خود محاسبه میکنن، افراد منابع مالی، منابع تکنیکی، بودجه همه و همچنین بستر و مدت زمان میتونن تخمین بزنن که با همه امکانات موجوده با همه افراد همین پروژه در این مدت زمان قابل تطبیقه. پروژه بند سلما قرار 40 سال قبل بشه و مطابق با زمان بندی ها، ولی ناامنی این پروژه 40 سال به تعویق انداخت. خب آقای حدید، پس با این حساب شما این حق به دولت میدین که اگر احیانا یک سال یا دو سال تأخیری هم در آغاز پروژه شروع میشه به وجود میاد، اشکال چنان بزرگی نباید بشه و مردم باید تحمل کنند؟ نه، این نگاه کنید، یعنی به عنوان یک فرضیه از قبل تعیین شده باید بیرون خب دولت حق ایر داره که بنا به این دلایل. سیاستمدار یک جمله معروفی هست، میگن سیاستمدار اون نیست که هر چه که ابتدا وعده کرد در ختم کار بگه که من وعده آخر عمل کردم. سیاستمدار میگن بزرگ کسی هست که بتونه توجیه بکنه که چرا نتونست برنامه خود تصدیق کنه. به اینو برنامه سیاسی هست، اگر نشه هم مسلمان اون توجیهات دارن و مردم ارائه میکنن که یک دو ده دلیل هست بوده که ما نتونستیم در تطبیق پروژه موفق باشیم. به عنوان سوال پایانی آقای حدید، خب طولانی شدن مدت زمان تحویل پروژه و به بهره برداری رسیدن باعث افزایش فساد نمیشه؟ قطعاً میشه. دولت نباید با این زمینه مبارزه کنه، پلان های بسنجه که در زمان معینه پلان به اکمال برسه؟ دولتی که مقتدر باشه، دولتی که از خود بودجه داشته باشه، دولتی که بالاخره دست به قول مردم به جیب خود باشه و دست گدایی دراز نکنه به حساب سایر مردم، دولتی که در یک محیط امن به سر ببره، خب این دولت میتونه همچی کاری بکنه. پس با حساب دولت افغانستان نمیتونه. در شرایط فعلی ما باید به عنوان رعایا، به عنوان کسانی که در اتباع از این کشور هستیم، همین شرایط باید در نظر بگیریم. کاملا مایوس هم نشیم که قطعا پروژه ها تطبیق نمیشه، یک روز نه یک روز دیگه تطبیق خواهد شد، ولی نه به اون ملایمتی که در سایر کشورها، چون گفتم اونا به سر آرامی دارن، ولی متاسفانه در افغانستان ما چالش های فوق العاده زیادی داریم. من نمیخوام مردم خود ناامید بکنم، ولی من فقط سطح توقع مردم رو پایین بیارم تا احساس نارضایتی نکنن. این پروژه هایی که فعلا روز قدم و مثلا به نحوی چی میگن کلیک میخوره، اینها پروژه هایی هست که یک روز نه یک روز دیگه تطبیق خواهد شد. شاید در اون صورت مردم جوانای ما پیر باشن یا نوجوانای ما جوان بشن، ولی بالاخره در آینده نزدیکی یا کمی دورتر این پروژه ها تطبیق خواهد شد و مردم ما باید کم حوصله بیشتری داشته باشیم. انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما دکتر حدید. خیلی ممنون که با صبر و ملایمت پاسخ سوالای ما دادید. زنده باشید. ممنون. دوباره برمیگردیم به دوباره. یک سوال دیگر نیز پیش خواهد آمد که آیا دولت با افتتاح پروژه‌هایی همچون پروژه راه لاجورد که تقریبا زیرساخت‌های آن آماده است و نیاز به عقد چند قرارداد دارد، با آن هم در این زمان که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است، به راستی به فکر سود رساندن به مردم است و یا خیر در پی جذب افکار عامه به سود خود؟ خب بیننده های عزیز، به ادامه برنامه خوش آمدید. در کنار آقای شهیر هستم، محمد رفیق شهیر، کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی. آقای شهیر سلام، وقت شما بخیر. سلام به شما. آقای شهیر، در مورد پروژه های زیربنایی که توسط دولت و حکومت در توسط حکومت وحدت ملی افتتاح شده و در موعد مقرر از او به بهره برداری نرسیده، شما چی نظر دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بارد سلام مجدد خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون استقلال. از عمر حکومت وحدت ملی اضافه از 4 سال میگذره.
خب در این دوره ما انتظار نداریم که پروژه بزرگی که حداقل حداقل زمان 3-4-5 سال زمان داره در این وقت تطبیق شود. بخاطر که ابتدای حکومت وحدت ملی بحث افتتاح بند سلما بود که از پروژه بسیار اساسی در ولایت هرات و در سطح افغانستان محسوب میشه. خب گوره شما میفهمید که تقریبا 50 سال قبل کار از شروع شده بود. ولی به خاطر این مشکلات که در افغانستان بود کار از معطل شد. ولی با ایجاد حکومت جدید در افغانستان بعد سقوط طالبان پروژه توسط اندیا اثر گرفته شد و خب ای به پای اکمال رسید و افتتاح زیر آقای اشرف غنی کرد. خب به این معنا نیست که این پروژه مسئول کار از اینا بوده، مسئول کار چندین دوره حکومت‌های قبلی بوده. ولی خب یک بحثی که در این مهم بود در این پروژه که یک رقم سنگ‌اندازی های در جهت افتتاح از این صورت می‌گرفت که خب زد و بنده هایی بود در منطقه که مانع افتتاح از این میشد. در اونجا ما از قاطعیت دولت فعلی از رئیس جمهور غنی و در وقت وزیر انرژی و آقای علی احمد عثمانی که بود و قاطعیت ما ستایش میکنیم که با پیشنهاداتی که شخصا ما از طریق شورای متخصصان دادیم و علت به تعویق انداختن میفهمیدیم که چی است و بالاخره اونا به این حرفا گوش کردن و با اون برنامه‌ای که ما برای اونا دادیم او بالای دولت هند فشار آمد و اونا بالاخره این پروژه بزرگ تکمیل کردن و ما شاید افتتاحش بودیم. خب او عملا بند سلما ساخته شده و از او استفاده صورت میگیره. یکی از پروژه هایی که بسیار بحث برانگیز است که مردم انتقاد میکنن، خصوصا حالا که رئیس جمهور اومده بحث پروژه تاپیس که با وجود زرق و برق و زیاد و تبلیغاتی که درسته افتتاح از او صورت گرفت ولی عملا مردم کدام چیزی را عملی حضور شاید نیستن، این یک کمک مردم مایوس ساخته و به گفته های حکومت وحدت ملی و رهبران بی‌باور شدن و حتی که این پروژه را که ما شاید افتتاح راه لاجورد بودیم برش توجه نمی کردن. خب بحث تاپی هم بحث است که زیر کنترل کشور ترکمنستان است و خب ترکمنستان این برنامه را گرفت با همکاری افغانستان و پاکستان و هند، ولی ترکمنستان خود از این پول نداره. برای این تقاضا کردم به فکر میکنم فکر نکیده حتمیز که بانک شافی استایی یا بالاخر صاحب مراجع پولی یا بانک جهانی که پول از این بگیرن و این پروژه تطبیق شود. اما فکر میکنم امو تضمین های لازم یا طرح‌های لازم که قناعتی که این بانک های تمویل کننده را یا کمک کننده را یا قرض دهنده را قناعت از اون حاصل بکنه اینا ارائه کرده نتونستن، بنابراین پروژه مانده. آیا بحث ناامنی در افغانستان است، در منطقه است یا کدام مشکل دیگه است که کار نشده؟ بنابراین خب همین پروژه که افتتاح شد و نتایج را ندیدیم مردم بی‌باور شدن، حتی مردم امیدوار بودن که شاید ایجاد شغل بکنه، تعداد زیاد مصرف شون و کمپانی بزرگ دیگه در اینجا به کار افتاد، ولی خب هیچ چیزی از اون ندیدن. یه است که ما میگیم که حکومت وحدت ملی در اینجا موفق نبوده و ای کاش بعد از اینکه اطمینان‌های لازم داده میشد که پروژه عملا احتمال تطبیق عملی از او هست، بعد از او تشریف می آوردن و این همه زرق و برق و پروگرام و افتتاح بزرگ می گرفتن. برای خاطر از اینکه وقتی یک دم مردم بی‌باور شد برای یک کسی یا به یک نظامی که میگه ولی عملی نمیکنه، باز به دیگه پروژهاش هم تاثیر منفی میذاره. بسیار خوب آقای شهیر، هفته گذشته پروژه راه لاجورد افتتاح شد، پروژه‌ای که گفته میشه کار خاصی در اون نشده، فقط مسیرها هست، آماده هست، زیرساخت آماده، فقط امضای چند قرارداد با چند کشور هست. فکر نمیکنین که بیشتر به نفع بحث‌های انتخاباتی آقای غنی باشد، یک تبلیغات انتخاباتی بوده باشه، یا نه واقعا به سود مردم تمام میشه؟ میتونیم که ما مسیرهای نزدیکتری هم داریم به سمت اروپا، در حالی که مسیر دورتر انتخاب شده از شمال کشور، از 4 کشور فکر میکنم باید بگذره تا برسیم به ترکیه و بعد به اروپا، در حالی که از این مسیر دیگه میتونیم با 2 مسیر 2 کشور برسیم.
فکر نمی‌کنین این بحث تبلیغات های انتخاباتی باشه؟ هرچند ما به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم و کسایی که نامزد هستن حرکت هایی را که انجام میدن حتمی برنامه از انتخابات در وجود داره. بعید نیست که رئیس جمهور هم کاندیدی دوره بعدی است و تلاش میکنه که رأی به دست بیاره، حالا که از کدام طریق و چی رقم مردم به خود جذب میکنه او برمیگرده به تلاش های شخصی از او. آنچه در مورد رای لاجورد است همون رقم که خود رئیس جمهور هم گفت که سابقه 4000 ساله داره و از این مسیر استفاده میشد. خب زمان 4000 سال تا امروز فرق کرده، شرایط متفاوت است. برای ما راه های متعددی که ما را برای سایر کشورها وصل کنه بسیار با اهمیت است. داشتن یک مسیر یا دو مسیر که او هم از طریق بعضی کشورهای میگذره که در افغانستان علایقی دارن در طول این 3-4 دهه برای ما مشکل ساز بوده، خصوصا به سمت پاکستان همیشه برای ما فشار آورده از بندر کراچی. خب حالا این مسیر باز شده، اما بمور هم که شما گفتین این جاده های بسیار بین المللی وجود داره بین افغانستان در افغانستان اگر کمتر از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه، فقط این مسیرها وجود داشت. کار را که احتمالاً این کشورها کرده این است که موافقات امضا کردن که به چی طریق از کدام مسیر و با چی وسایل باید رفت آمد صورت بگیره. بنابراین خب یک افتتاح شد که اینمی را باید با استفاده بکنیم، ولی خب من اوزم گپای زیاد داره. ما مسیران نزدیکتری هم داریم که مثلا خب مسیر ایران است که اگر ما از طریق ایران بریم به ترکیه این مسیر فاصلهش هم کمتر است و ما با ویزی 4 کشور ضرورت نداریم. ویزی خب 2 کشور هم میشد که برای دلیوری ما داده شود. استفاده از لای لاجورد کار آسانه نیست به خاطر از اینکه شما اگر متوجه بودید مسیر دریایی هم داره. بله مسیر دریایی هم داره. ضمن از او خب ما همون رانندهایی که به چند لسان صحبت بکنه و وارد باشه با ترانزیت یا راهای بین المللی خب این برای ما نداریم دیگه. این یک معضله است و دیگه خب صرف دیگه پاسپورت افغانستان شما خبر دارین که ضعیف‌ترین پاسپورت دنیا هست. خب به این پاسپورت احتمالاً که ویزا نمیده به افراد مثلا برجسته و مطرح میزنم. آقای شهیر فکر میکنین که چند درصد احتمال انتقال مواد مخدر از این مسیر زیاد بشه؟ متاسفانه افغانستان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد مخدر است. مافیای بین‌المللی از هر مسیری که پیدا شود تلاش میکنن که این مواد از افغانستان خارج کنن. دیگه این نگرانی هم شاید کشورهایی را که از مسیرشان میگذره این ترک‌ها یا موترهای ما اوجه نگران کننده باشه که احتمالاً این مسیر به خاطر از این باز نشده باشه. یمی از معضلات است که شاید علاقه نداشته باشن که موترهای افغانی از اینجا بره. و طرف دیگه ما یک کشور به شدت وارداتی است. ما چی بر صادرات داریم که ما ادعا بکنیم که ما صادر میکنیم؟ خب این چند قلم نمایشی را که ما دیروز روان کردیم، خب شما ما زیم تولید انبو ندارین، نمیتونین که کشورها را اقناع بکنین، بازارها از اونها را پر بکنین. ما بیشتر بازم فکر میکنم زمینه ورود کالا مساعد خود شد به افغانستان که یک مشکل جدی بر ماست. یعنی ما چون از نگاه اقتصادی بسیار عقب مانده هستیم، بسیار مشکل داریم. هر راهی که باز بشه هرچند ما استقبال میکنیم، ولی در قصیر مدت بیشتر از اینکه ما از منفعت ببریم کشورهایی که اقتصاد قوی تری دارن و آرامش داره کشور هست اونو از استفاده میکنن. بسیار خب در مجموع آقای شهیر چی مقدار دولت موفق میبینین در ارائه یا افتتاح پروژه های زیربنایی؟ امثال پروژه های مثل تاپی کاسای 1000 فکر میکنین که عدم تطبیق از اینا واقعا از ضعف مدیریت در دولت یا نه افتتاح از اونا فقط برای به نحو عوام فریب مردمه؟ خب پروژه تنها به ایراد نیست، در کل افغانستان این بحث هست. دولت ها مجبور هستند که گاهی پیامای خوشم بدن، گاهی از پیشرفتم صحبت بکنن، ولی حقیقتی است که در کشور ما چندین سازمان استخباراتی فعال است و جنگ دامن میزنه. کشورهای مختلف در اینجا منافع خود تعقیب میکنند. در چنین شرایطی مشکل است که ما شما کارهای اقتصادی بنیادی را کرده بودیم. ضعف مدیریتی و ناامنی. ما اول تو امنیت خودم
مطمئن نسازیم ایت ما پروژه بزرگ را تطبیق کردن نمیداریم. خب وقتی شما یک پروژه را تیار میکنید همیشه سر زو حمله میشه، حالا چندین دفعه ترهریزی شده بالا بند سلما که چقدر نفر کشته شده، یک تکمیل شده، هر روز توطیه از پشت از اینکه چی رقم خراب بکنن، چون کشورهای زیادی در افغانستان وجود داره پشت منافع ملی خود در افغانستان میگردن، سازمانهای استخباراتی وجود داره که پشت منافع خاص سیاسی خود میگردن. متاسفانه ما و شما مردم متفرق شدیم، با یکی دیگه اعتماد نداریم، دولت ما ضعیف است، ما نمیتونیم در مابین اینقدر بازی های بزرگ افغانستان است تعقیب کنیم منافع ملی خود. بران این باعث شده که این پروژه بزرگ بزرگ تطبیق نشه. شما همیشه دیدین بنده با مشکل مواجه شده، همیشه دیدین فقان مردم بالاست، دولت میرفته تا میکنه ولی تطبیق کرده نمیتونه. حتی این پروژه انتقال برق هم که از کشورهای مثلا آسیای منا به طرف جنوب ها میره همیشه با مشکل مواجه است، قطع او را تخریب میکنن، پایاش را تخریب میکنن و ده ها مشکل دیگه است در این کشور. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای شهیر. موضوعی سوال مطرح که من نکرده باشم، مطرح نکرده باشم، با شما دوست داشته باشین که بگین در پایان برنامه میشتیم. خب بعضی پروژه هم که من اتفاقا امروز شما وعده کرده بودم گویم باور کردنی نیست. بعضی پروژه را آدم میرم، مخصوصا بند پاشتان هرات است که من طریق تلویزیون شما برای مردم هرات خوشخبری نمیتونم که ما امروز رفتیم به عنوان یک مسئولیت مدنی و تخصصی که شورای متخصصان داره، رفتیم از نزدیک کار بند پاشتان دیدیم و بسیار خوب بود، بسیار به سرعت پیش میرفت و بسیار علاقمند هستم که همتون رسانه های شما و سایر مردم که علاقمند هستن برن یک تور ببینن که کارهای بسیار بزرگی در جریان است و ما اطلاع داشتیم و نبتون از نزدیک وقتی میریم امیدواری پیدا میشه و من امیدوار هستم که این ناامنی ها کاهش پیدا بکنه، کمک ما مردم از گپای سیاسی و از اینا بریم به طرف کارهای زیربنایی اقتصادی و ما امنیت وقت آورده میتونه که پروژه بزرگ اقتصادی رو تطبیق بکنیم، به مردم شغل ایجاد کنیم، به مردم نان پیدا بکنیم، به مردم کاروبار پیدا بکنیم. وقتی اینا توسعه پیدا بکنه طبیعیه که دست از ناامنی ها نان ساختن هم بر میدارن و ما به طرف یک ثبات خواهیم رفت. اگر وابستگی های ما بسیار به کشورهای خارجی همچنان و منابع مالی از اینا و امنیتی از اینا زیاد باشه، توقع نداشته باشیم که هیچ پروژه تطبیق شد و در مجموع یکی از مشکلاتی که در دولت هم هست فساد بسیار گسترده است در دولت که پروژه گرفته میشه ولی تطبیق نمیشه و این ضعف و ناتوانی نظام است. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای شهیر، لطف کردید. بینندگان عزیز، پایان برنامه زیر ذره‌بین نزدیک شده است. همانطور که مشاهده کردید پس از پرسش هایی که از نمایندگان دولت، مردم و کارشناسان پرسیده شد به این مسئله دست یافته شد که متاسفانه دولت به دلیل ضعف اقتصادی و وجود ناامنی موفق به مدیریت درست پروژه های زیربنایی و کلان کشور نشده است و همین موضوع باعث شده است تا در بسیاری از موارد این پروژه ها در موعد مقرر خود به بهره برداری نرسد. به این امید که به زودی این دو مشکل کلان از کشور ما دور شود، برنامه این هفته را نیز به پایان می‌رسانیم. از همه عزیزانی که ما را در تولید این برنامه همراهی کردند سپاسگزارم. همچنین از شما مهربانان که تا این لحظه با ما همراه بودید ممنونم. درود بر شما. خدا نگهدار.